بحران پناهجویان در اروپا نشانه ای از یک تناقض اساسی در بطن حقوق بشر نیست؟ بشر فاقد تابعیت چه حقوقی دارد؟ سلام به بینندگان پرگار. عکس‌های پناهجویان گاه دلخراشند و ممکن است شما را منقلب کنند. از جمله عکسی که همین حالا روی صفحه تلویزیون ممکن است ببینید یا نبینید و از اون رو بگردانید. این عکس‌ها گاه الهام می‌دهند، بشر را در اوج امیدواری ناشی از رسیدن به ساحل امن نشان می‌دهند. گاه این عکس‌ها نشان می‌دهند که پناهجویی دیگر یک اقدام انفرادی نیست، بلکه تبدیل به یک حرکت اجتماعی شده. اما در همه این عکس‌ها، چه در حضیض چه در اوج، بشر عریان است، به این معنا که فاقد تابعیت است، بشری که دولتی خود را ملزم نمی‌بیند مدافعش باشد، بشر آسیب پذیر. اگر این توصیف را بپذیریم، رفتار اروپا با پناهجویان را مثال پشت کردن به حقوق بشر نمییابیم. اما آیا اروپا رفتار خود با پناهجویان را بر اساس ملاحظات فلسفی تنظیم میکند؟ آیا حفظ منافع اتباع خود وظیفه اصلی دولت‌های اروپایی نیست؟ و آیا این دولت‌ها تا اونجا که توانستند پناهجویان را از آبها نگرفتند و جان آنان و نیازهای اولیه آنها را حفظ و تأمین نکردند؟ در این صورت می توان اروپا را در این بحران مقصر شناخت. سوال ها فراوان است، از جمله اینکه می توان از چیزی واحد به نام اروپا اسم برد، در حالی که دولت ها و ملت های اروپایی در این بحران رفتارهای متفاوت پیشه کردند. در سوی دیگر هم پیچیدگی کم نیست. آیا می توان نام پناهجو را بر تمامی کسانی که به سوی اروپا می گریزند نهاد؟ در برنامه این هفته سعی می کنیم در عین در نظر گرفتن این ظرایف به طرح پرسش‌های اساسی در مورد بحران پناهجویی بپردازیم. مهمان‌های برنامه: عبدالکریم لاهیجی، رئیس فدراسیون نهادهای جهانی حقوق بشری، و افشین الیان، استاد فلسفه حقوق در دانشگاه لایدن هلند. خیلی خوش آمدید. آقای لاهیجی، شما رفتار اروپا، یا بهتر بگیم رفتار بیشتر دولت‌های اروپایی در این ماجرای بحران پناهجویی رو چطوری توصیف می‌کنید؟ بقیده من اروپا و اتحادیه اروپا در برابر یک چالش مضاعف هست. از یک طرف چالش با ارزش‌های جهانشمول حقوق بشر که اساس و استوانه اصلی منشور اتحادیه اروپا رو تشکیل میده. وقتی شما به منشور مراجعه میکنید، ببینید همه صحبت از حقوق و آزادی‌های اساسی است. از طرف دیگه در برابر تاریخ خود اروپا، تاریخ معاصر اروپا، تاریخ قرن بیستم اروپا، تاریخی که با دو جنگ جهانی بین‌المللی رقم زده شده، تاریخی که درش انقلاب اکتبر هست، تاریخی که درش ظهور فاشیسم و نازیسم در اروپا هست، تاریخی که درش 50 میلیون قربانی هست در اروپا و توسط دولت‌های اروپا، دولت‌های فاشیست، دولت‌هایی که بر اساس ناسیونالیسم اومدن یک ایدئولوژی‌هایی رو به وجود آوردن که این ایدئولوژی‌ها به جان 50 میلیون انسان تمام شد و علاوه بر اون میلیون‌ها انسان آواره، بی خانمان، که از کشوری به کشوری دیگه، از شهری به شهری دیگه، و در یک همچنین شرایط و اوضاع احوالی بود که 3 سال بعد از تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر 1948، در 1951 عهدنامه بین المللی مربوط به پناهندگان، همینجا اشاره میکنم، میگه عهدنامه بین المللی مربوط به پناهندگان، نمیگه پناهنده سیاسی، میگه مربوط به پناهندگان رو تصویب میکنه که تمام این کشورها به این عهدنامه میپیوندن. باز من صحبت اروپا رو میکنم. بله بله. و بعد در 1967 اون موقع مسئله اروپاییه، یک پروتکل الحاقی به این عهدنامه اضافه میشه که گسترش میدند اجرای این عهدنامه رو به کشورهای غیر اروپایی. خب ما در مقابل اصولی هستیم که تا
طی 60-70 سال گذشته، حالا در این فاصله میدونید 9 نوامبر روز فروریختن دیوار برلنه، اروپا باز از یک دوران جنگ سرد بیرون میاد. آیا منظور باز... شما اینه که در این بحران اروپا به اون اصولی که بهش پایبند بوده پشت کرده، از اونها عدول کرده؟ به تمام معنی، به تمام معنی. من فکر میکنم اروپا دچار یک بیماری شده و این بیماری عنوانی غیر از ناسیونالیسم نداره و گروه‌های افراطی هستن که اینو دارن در تمام کشورها ترویج میکنن. بهانه‌هایی هم دارن، حالا اگر لازم شد بعداً بیشتر بهش میپردازم. و می‌بینید که در تمام کشورها راست‌ترین و افراط‌ترین گروه‌ها هستن که در انتخابات پیروز میشن و این بیماری است که اروپا یک زمان بهاش رو به گرانی پرداخته و دو مرتبه متاسفانه داره در این تله میفته. اگه این دولت ها انتخاب میشن، اگر این احزاب دستراسی دولت تشکیل میدن، به این ترتیب مسئله باید از نظر شما منحصر به دولت ها نباشه، رای دهنده ها هستن که مسلم مسلم. و در این قسمت به عقیده من رسانه های خبری هم فوق العاده نقش بازی میکنن، فوق العاده. یعنی همین، یعنی بالو پردادن به مسائلی که بر مبنای در حال تناقض‌ها و تضادهای قومی هست، مذهبی هست، ورود مثلا بخش بزرگی از مسلمان‌ها به اروپا، همون مسائلی که می‌دیدم رجعت داده میشه. یک وقت مسئله یهودیت بود در اروپا، الان مسئله اسلامه و سایر مسائل. آقای الیان، شما معتقد نیستی که اروپا به اصول حقوق بشر و به اون کنوانسیون هایی که آقای لایجی ازشون نام برد پشت کرده؟ چرا؟ نه، اروپا در برابر چالش بزرگی قرار گرفته، این کاملا درسته، چالش خیلی بزرگه. این چالش فقط رابطه هم با حقوق بشر نداره، یه چالش اقتصادی هم هست. شما ببینید حرفای قشنگی میزنید، ولی اگر امروز در اروپا رو به طرف آفریقا باز کنید، ممکن نصف مردم آفریقا بخوام داخل اروپا بیان. در همه کشورهای جهان سوم، در کشورهای اون طرف مرزهای اروپا جنگ و درگیری وجود داره، در لیبی، در سوریه امروز، در حتی در بخشهایی از الجزایر، در مالی مثلا نیروهای قوای مسلح هلند در اونجا هستن از طرف سازمان ملل. اون چیزی که میتونی در واقع هم انتقاد بکنی اینه که اروپا تلاش کمی کرد تا این درگیری هایی که در مناطق دیگه دنیا هست رو کم بکنه، مثلا با چی میگن، با صحبت سیاسی دیپلماتیک، و یا مثلا تلاش برای توسعه اون مناطق، تلاش برای توسعه امنیت در این کشورها. برای اینکه ببینید این راه حل نیستش که یه بخشی از دنیا در جنگ و خونریزی زندگی بکنه، یه بخش دیگه از دنیا بگه خب شما بیاین کشور رو دیگه ترک کنین، همین بیاین اینجا. ببینید این چیزی که امروز در اروپا رخ داده، از یک سو ادامه بحران اقتصادی اروپاست. برای اینکه ببینید حرفای قشنگ زیاد میشه زد، ولی پولش هم باید یکی بپردازه. امسال 750,000 پناهنده خواهد اومد، آواره جنگی و یه ده پناهنده، یه دم افراد که مهاجرت میخوان بکنن، 750,000. این تعداد به طرف شرق اروپا نمیرن، برای اینکه اون نمیدونن نامهربان ترن با مردم در شرق اروپا، نه تنها با کولیا بلکه با دیگران هم، با اتباع خارجی دیگه هم نامهربانن. از یک سو، از سوی دیگه هم اونجا اصلا دولت رفاه اجتماعی وجود نداره. حتی در فرانسه که شما زندگی میکنید، بیشتر سوری هایی که در آلمان بودن گفتم مثلا دارد 15,000 تاشون رو به رئیس جمهور هلنده گفت به فرانسه بیان، خیلی تعداد کمی حاضر شدن برن. اینها فقط به طرفی میرن، و منم اگه جایی باشم همین کارو میکنم که دولت رفاه اجتماعی قویه، اونم آلمانه، بلژیک، هلنده، سوئد، نروژ. در نتیجه فشار مهاجرین به این کشورها میاد از لحاظ اقتصادی. بعد میتونید بگید واقعا این فشار، بله شما خودتون همین الان توی لندن برین، به علت سیاست غلط در سالهای 80 70 90 میلادی گتو تشکیل شده که در اون محرومین خارجی و محرومین داخل این کشورها، محرومین مثلا تو هلند هلندی، تو اینجا انگلیسی، در این گتو مناطقی که ایزوله هستن و مجددا هستن جاهای دیگه. ولی آیا منظور شما اینه که این بحران یک بحران سیاسیه و پشت این بحران سیاسی عوامل اقتصادیه که عمل میکنه و ربطی به مبانی حقوق بشر و رویکرد اروپا به حقوق بشر نداره؟ ربطی به اون نداره، ولی میتونه ربط پیدا کنه در آینده. از این نظر آقای لاریجی درست میگن، اگه این راه ادامه پیدا کنه طبیعتاً یه چالشی میشه برای حقوق بشر هم. ولی در واقع هم پیامد مسائل اقتصادی هم هست. ببینید خیلی ساده، امروز در هلند، در آلمان، در بلژیک
مشکل مسکن وجود داره. این مشکل مسکن پیامدی از بحران اقتصادی که اونجا هم در واقع با مسائل بانک‌ها و خانه‌سازی شروع شد. خب الان آدم‌هایی که مثلا فقیرن در هلند و اینا حقوق بیکاری می‌گیرن یا حقوق بازنشستگی خیلی کمی از دولت می‌گیرن و اینا باید مثلا به خونه‌ای برن، منتظرن الان 5 ساله خونه کم، بعد خونه ساخته بشه. خب این خونه بعد در درجه اول به آواره جنگی داده بشه، برای اینکه اون که نمیتونه تا 1000 سال توی کمپ زندگی کنه در اون شرایط، اساس انسانی قابل قبول نیست. خب وقتی این کارو میکنید اون دسته از مردم عصبانی میشن و درست خب میتونه همین توازن اگر... سیاسی رو به هم بزنه. بله. و افراطگرایی رو به وجود بیاره. منظور شما این است که شما اگر سیاستمدار باشید به اتباع خود کشور اولویت میدید، کسی که به قول شما بازنشسته است تا به یک آواره جنگی. ببینید این بحث در هلند شد خیلی هم جالبه. سوسیال دموکرات های هلند که دیگه به اونا کسی نمیتونه اتهام بزنه که آدم های بدی هن یا حافظه تاریخی ندارن، حتی اونها هم در این اواخر گفتن که ببینید ما نمیتونیم صلح و امنیت جامعه رو به هم بزنیم. یک مثلا به هم خوردن صلح و امنیت جامعه اینه که بعد گروه های افرادگرا قوی بشن و بعد عدالت هم باشه. یعنی که عدالت اجتماعی یعنی چی؟ یعنی تقسیم رفاه اجتماعی. ربط گروه های افرادگرا به پناهجویان چیه؟ اگه الان برین شما نگاه بکنید آمار و ارقام، نسل دوم سوم فرزندان مهاجرین، حالا به هر دلیلی هست، سیاست غلط بوده یا دلایل دیگه، اینها بخش وسیعش بیکارن، شغلی ندارن، اینها هم رقابت باید بکنن با کسای جدیدی که داخل جامعه میشن. بله. در عرصه بزهکاری و تبهکاری و جرائم هم اینها به صورت نسبی تعداد زیادشون درگیر شدن با پلیس. بله. وقتی این دو تا طبقه مردم رو بگیرید در واقع هم اینطوری میشه، رقابتی به وجود میاد بین محرومین جامعه در اروپا و همین رقابت بین محرومین جامعه است که محرومین اروپایی به طرف گروهای ممکنه فریب گروهای افراطگرای اروپایی رو بخورن و محرومین مهاجر هم به هر حال به طریق دیگه میتونن فریب گروهای دیگه رو بخورن. گروهای افراطی منظورتونه؟ گروهای افراطی. خب. بله. آقای لاهیجی، شما فکر میکنید در این بحران پناهجویی اولویت دولت‌های اروپایی باید اتباع خودشون باشه یا پناهجویان سوری و لیبیایی و افغان؟ ببینید اصلا مسئله اولویت نیست، مسئله یک تقابل رو در روی رویارویی با یه فاجعه بین‌المللیه. 6 میلیون عراقی و سوری در مرز اروپا، یعنی الان بیش از 2 میلیون در ترکیه هستند، نزدیک 2 میلیون در لبنان و اردن هستند، حالا بگذاریم از میلیون ها آدمی که در فاصله، یعنی از اشغال عراق توسط دولت ایالات متحده آمریکا تا امروز در خود عراق یا در سوریه از شهری به شهر دیگه نقل و انتقال پیدا کردند. طی 10 ماه گذشته 3500 تن فقط در مدیترانه از بین رفتند، در آبهای مدیترانه، در آبهای مدیترانه غرق شدند. بله. یعنی روزی 10 تن. شما یادتون از ماه گذشته یک عکسی از یک کودک 2 ساله سوری الیان. بله، بله. توی مقدمه دیدیم. بله. منتشر شد. بله. که گفتن دنیا رو تکون داده. الان روزی 2 طفل جزو این 10 تا گفتم 2 طفل هستن. یعنی ما در مقابل همچین فاجعه ای هستیم. ما بعد از فاجعه بوت پیپل، بعد از سقوط کامبوج و ویتنام و اومدن هزاران هزار ویتنامی و لاوسی و کامبوجی از طریق دریاهای در اطراف کشورشون به طرف اروپا، در مقابل دومین فاجعه ای هستیم که دنیا رو تهدید میکنه. من نمیخوام بگم که اروپا مسئولیت سیاسی اخلاقی مستقیم در بروز این فاجعه نداره که داره. یعنی اگه من بخوام برم از شروع جنگ جهانی اول، قرارداد سایکس پیکو، یعنی فرانسه و انگلیس گرفتن اون وسط منطقه رو تقسیم کردن، اون منطقه رو تقسیم کردن. بر اساس چی تقسیم کردن؟ از ابتدا بر اساس مذهب، مذهب اونم شیعه سنی مسیحی، بر اساس قومگرایی و نه بر اساس اون چیزی که اسمش اتاناسیون بود. یعنی ما بگیم از این کشورهایی که یا در حال اقلیت‌هایی که از امپراتوری عثمانی اومده، ببینیم خواسته اونها چیه و بذاریم همون تزی که تز لارنس بود دیگه. میدونید لارنس هم لارنس که در شکل گیری عربستان نقش داشت، نقش داشت. بله. بنابراین اونجا اومدن پایگاه‌هایی به وجود آوردن از توش عربستان سعودی و خب دوست عزیز ما صحبت اقتصاد می‌کنه. طی این یک قرن
اونجا شد منبع استثمار منابع زیرزمینی خاورمیانه برای اروپا. آقای الیان ببینید چرا برمیگردیم به 1121، میتونیم برگردیم به 1400، میتونیم برگردیم به 1300، میتونیم برگردیم زمان جولیوس سزار. اینا جواب مشکل فعلی نیست، این یه فاجعه انسانیه و این فاجعه هم با این حرفا متوقف نمیشه، به علت که جنگ سوریه متوقف نمیشه و این فاجعه انسانیه. در نتیجه حتی اگر به هر شکلی که نگاه بکنید باید اروپا عمل بکنه. در درجه اول این افرادی که قربانی این فاجعه میشن، یعنی کسایی که از مرزهای دریایی رد میشن، باید این مشکل اروپا حل بکنه. بعد از اون هم مشکل کمپ‌هایی هستش که در ترکیه و لبنان و اردن هست. بعد از اون هم میتونه خود اروپا اگر بتونه مشکل مرزها رو حل بکنه که دیگه مردم به این شکل خطرناک از مرز عبور نکنن، میتونه اروپا به صورت سازماندهی شده و اینجا شروع میشه بحران واقعی سیاسی اروپا. به صورت سازماندهی شده مثلا سالی 100,000 نفر یا بیشتر رو پخش بکنه داخل کشورهای مختلف اروپا، تا ممکنه ده بار بیشتر از این هم بشه آوارگان جنگی رو آورد و بعدم شرایط زندگی و زیست رو در اون کشورها هم بهتر بکنه. یعنی ولی مشکل در لحظه فعلی مشکل سیاسیه که ما یک اتحادیه اروپا داریم که بخشی از اون حاضر نیست به اولین بنای اتحادیه اروپا که همبستگی درونی ملت‌های اروپاست وفادار بمونه. ولی این همبستگی درونی ملت‌های اروپا رو شما برای حفظ مرزهای خودش در مقابل موج پناهجوها، مثلا موج پناهجوها نیست، یعنی معتقد هستید کنترل شده یه تعداد مشخصی رو بپذیره، ولی آیا این جواب این بحران رو میده؟ نه، این یکی از جوابای بحران. این بحران جوابای مختلف داره. اولا جواب اصلیش اینه که باید مسئله سوریه حل بشه و درگیری‌هایی که در این کشورهای مختلف هست. دوم اینه که باید تعداد زیادی از افرادی که به هر حال در کشورهای مختلف الان پخشن به سرعت کمک بهشون رسیده بشه. سوم این کشورهایی که اسم برید، عربستان سعودی، ایران دخالت مستقیم در این درگیری داره. ایران حمایت میکنه از یکی از جنایتکارترین رژیم‌های خاورمیانه. اونا هم باید 1,000,000 سوریه رو پناه بدن به خونه. بنزین دارن، نفت دارن، گاز دارن. بله. عربستان سعودی صفر میگیره از مردم سوریه. برای چی در این مورد صداتون رو بلند نمی‌کنید؟ فقط در مورد اروپا میگن. نکته اینه که این پناهجویان خودشون به اون سمت نمیرن، گویی میدونن علت که در عربستان داره. در ایران اینها چندان نه علت داره، برای اینکه چه رژیم عربستان چه رژیم ایران اینا حقوق بشر رو نقض میکنن. واقعا شما از صحبت واقعا شگفت. شما استاد دانشگاه هستید، دولت هایی که با شهروندهای خودشون به صورت عمل میکنند که اینها باید به اروپا، به کشورهایی که در حال ارزش‌های انسانی درش از پناه ببرند، شما توقع دارید که از خارج کسانی که در حال مخالف دولت‌هایی هستند که جمهوری اسلامی متحد سیاسی نظامی اقتصادی آقای بشار الاسد، شما توقع دارید که پناهنده‌هایی که از فجایع بشار الاسد فرار میکنن برن به ایران جمهوری اسلامی یا برن به عربستان سعودی؟ عربستان سعودی داره گروه های سلفیست رو حمایت میکنه که اون گروه های سلفیست هم خودشون با خودشون هزار جور درگیری دارن، اون وسط هم داعش خوب. هست یکی چرا پول ندن؟ ایران عربستان میتونن پول بدن. اجازه بدید. دوم، اساس اتحادیه اروپا بر حقوق برابر کشورهای تشکیل دهنده اتحادیه اروپا، درست میفهمم، به حدی که حق وتو دارن. برای همین هم که از مشکلات اروپا اینه که اگر یک دولت درسته. مخالف باشه هیچ قطعه به دستور نمیرسه. شما چه جوری توجیه میکنید که کشورهای مرزی، یعنی از این 750,000 تنی که شما میگید که بیشتر به عقیده من، 600,000 تن الان در یک کشور کوچک اروپایی به اسم یونان هستن؟ بله. 200,000 نفر در ایتالیا هستن. خب چگونه است که این اروپای متحد نمیتواند بگوید که لااقل این تقریبا 700,000 نفری که الان تو این بخصوص دو کشور، درست میدونید که مشکلات بزرگ اقتصادی هم هر دو کشور دارن. آقای الیان هم گفتن که یکی از مشکلات از نظر ایشون نبودن یک سیاست واحد در اروپا، یعنی کشورهای اروپایی به اشکال مختلف با این بحران مواجه شدن. به این ترتیب ایشون هم منتقد چنین میشه گفت تفرقه‌ایه. آیا شما فکر میکنید؟ نه، این تفرقه نیستش، این یک فقدان یک اراده سیاسیه. خب این سوال یعنی از طرف یک کشور، از طرف یک کشور، خانم مرکل که سوسیالیست نیستش که، ایشون گفتن دولت سوسیالیست، وقتی خانم مرکل میاد بر اساس همون ارزش هایی که حالا یا به لحاظ اعتقادات فلسفی، اعتقادات سیاسی، اعتقادات مذهبی، هرچی،
وقتی میگه ما حاضریم 700-800 هزار پناهنده رو بپذیریم، خب بالاخره باید یک مکانیزم هایی به وجود بیاد، کشورهای دیگر هم به صورت و از جمله کشور فرانسه که من زندگی میکنم. واقعا سیاست فرانسه خجالت آوره، خجالت آوره. کشور دولت سوسیالیست هم دولت سوسیالیست فرانسه مسلمه. بنابراین چیزی غیر است، چیزی غیر است. تنها و تنها در نظر گرفتن نبض انتخاباتی و اینکه ما نکنه اگر بیام چند صد هزار یا چند ده هزار پناهنده بپذیریم در انتخابات آینده بازنده خواهیم شد، به خاطر اینکه جو الان جو ضد خارجی است، چیز دیگه وجود نداره. ایلیان، آیا سیاست دولت‌های اروپایی رو همین مسئله انتخاباتی واقعا داره؟ اولا مسئله انتخاباتی جشکال نه، بنک ما در دموکراسی زندگی می‌کنیم. ولی فقیر نریم، فیورر نریم، هیتلر نریم، استالین هم نریم. در چه بعد رأی داده بشه. و اگر می‌خوایم دموکراسی رو حفظ بکنیم، باید مردم قانع بکنیم به طرف افراط‌گرایی نرن و مشکلاتشون رو جدی بگیریم. در نتیجه این حرف زیاد درستی نیست که بگیم نباید به نظر مردم دقت کرد. باید به نظر مردم دقت کرد و به مشکل دادید. مشکل اساسی اینه که این مسئله همبستگی که میگیم در اروپا نیست. برای همین هم یه بخش زیادی به یه سری کشورها میان و در اون کشورها مشکل ایجاد کردن. علتش هم اینه که اتحادیه اروپا به صورت غیر منطقی و غیر طبیعی رشد کرد بعد از سقوط کشورهای اروپای شرقی. برای چی به صورت غیر منطقی و سری؟ به علت اینکه اینها هنوز مثلا همین مسائل حقوق بشری که ما از اون یاد میکنیم اینجا رو هنوز نهادینه نشده بود، مثلا در کشوری مثل مجارستان. ولی ما در مورد مجارستان فقط صحبت نمیکنیم آقای الیان، در کشورهایی که حقوق بشر چند صد سال مسئله بوده و اولویت بوده، ما راجع به اروپایی صحبت میکنیم که در پایان قرن 18 یک اعلامیه مهم حقوق بشر در واقع ازش صادر شد که بعداً شد مبنای اصلا حقوق بشری که الان کشورهای مختلف سعی میکنن بهش پایبند باشن. و در این کشورها به نظر میاد سیاست طوریه، و اگه بخوام برگردم به مقدمه یه مقدار بحث رو نظری تر بکنیم، به نظر میاد سیاست طوریه که گویی بشری که تابعیت نداره بشر کامل نیست. آیا چنین نقدی رو قبول دارید؟ چنین خطری وجود داره، این خطر قطعا وجود داره و این مطلب مهمی هم از که شما میگین. و یکی از مشکلات اساسی که بین سالهای 30 و 45 بوده در اروپا، مشکل سر این بوده که مثلا کلیمی های اروپا در ظرف یک روز جرفه با یه امضای هیتلر اصلا بی کشور و بی وطن و بی هیچ چیز شدن و هیچ ارگانی نبوده، هیچ سازمان بین المللی یا دولت ملی نبوده برای اونو بیاد. این خطر وجود داره. آیا جلوی این خطر از خطر چیه؟ آیا این سیاست عملا ادامه اون نیست؟ درست گفتید، اتفاقا نکته مهمیه. نازی ها و توی ثبت این خیلی هم دقت میکردن، نازی ها ابتدا سلب تابعیت میکردن و بعد میکشتن، به اردوگان میفرستدن. آیا این سلب تابعیت به عبارتی زمینه برای انسان کامل نشمردن طرف نمیشه؟ و به این ترتیب این اتفاقی نیست که الان داره میفته. یعنی اینهایی که در آبها سرگردان هستن و بعضشون غرق میشن چون تابعیت ندارن، هیچ دولتی از جمله دولت‌های اروپایی خودشون رو ملزم به دفاع ازشون نمیدونن. به این شکلی که شما بیان میکنید دیگه خیلی غیر واقعی، ملزم میبینن. ولی باید درک کرد که به هر حال همونطوری که ایشون هم گفتن حق وتو وجود داره تو اتحادیه اروپا. اگه دست هلند باشه، دست فرانسه باشه، دست آلمان باشه، سیاست مدارشون کارهای خیلی بیشتری صورت خواهد گرفت. خواهان تقسیم پناهندگان هستن. مثلا من همین چند روز پیش با فرمانده ژاندارمری هلند صحبت میکردم، یه گروه پلیس مرزی اتحادیه اروپا است که سال 2004 تشکیل شد. هدف این پلیس مرزی در واقع هم یکیش این بوده که این قاچاقچی‌های انسان رو باشون مبارزه کنن، دیگری این بوده انسانهایی که در حالا از هر جایی میان در شرایط خیلی حساس خطرناکی قرار دارن، مثلا در آبها یا در بیابونها، اینها رو سریع به نقاط شهرنشین بیارن و بعد اگه پناهندن که خب پناهنده بشن. فرونتکس اسم این واحد پلیس اروپایی. مثلا سالها و بارها گفته شد توسط ژاندارمری فرانسه، توسط ژاندارمری هلند که پول بدین یه خورده به ما یا مثلا امکانات بدین، نمیدادن. حتی همین دو سه هفته پیش خانم مرکل در چیز در پارلمان آلمان هم در مورد همین فرونتکس پلیس مرزی گفت بابا پول بدین، امکانات بدین. یعنی شما مشکل رو در ساختار اروپا میدونید؟ ببینید مشکل اینه که وقتی که دولت رفاه اجتماعی داشته باشید، مثلا فرض کنید شما وزیر هستید، وزیر بهداری هستید در هلند، سالی 92 میلیارد یورو باید خرج صحت عامه بکنید. صحت عامه یعنی اینکه اگه ایشون قانونی بیاد به هلند یا غیر قانونی بیاد، باید مورد چیز پزشکی قرار بگیره، اگه مریض باشه باید کمک بشه. بله. و این
چیزی که کاملا درست است. مردم هلند هم همینطور، ولی با توجه به رشد تکنولوژی پزشکی هی این میره بالاتر خرجش. هم چیزی نیست. اروپا یعنی 500 میلیون 750 1 میلیون هم اگر پناهنده امروز وارد اروپا بشه یعنی چقدر؟ 1/500. یعنی 1/500 ملاحظه میکنی؟ یعنی در مقابل هر 500 اروپایی یه نفر، و این یک نفر چقدر بر بودجه اون مملکت و بر بودجه مجموعه اتحادیه اروپا اضافه خواهد کرد؟ این واقعا بقیده من بیشتر به طنز میاد. طنز نیست این داستان پردازیه. ببخشید آقای لاریج، و اینکه 500 میلیونی که میگی، اولا پناهنده فقط به چند تا کشور میرن؟ نه به لهستان نمیرن. من تا آخر صحبت دارم. اینا فقط به هلند میان، به آلمان میخوان برن. از همون سوریه تلویزیون خودشون بی بی سی که سوال میکنه کجا، میگه میخوام بریم آلمان. هلند میان، آلمان میرن. علتش هم دولت رفاه اجتماعیه. و اینکه مجارستان، کوسوو، سرب که سربیه، اینا اصلا پول نرن برای مردم خودشون، چه برسه به دیگران. میگن کشور فقیرن، بخشی از اروپا در فقر به سر میبره، نه فقط به خاطر بحران اقتصادی. این مسئله سری اینه که اینو باید یه حقیقتی، اگر این حرفی که شما میزنید واقعیت بوده، یعنی تمام این پرنده‌ها پخش میشن، من 100 بار باهاتون موافقم. حالا من راه حل نشون میدم. شما نداشتید من تا آخر توجیه هم برم. ببینید، برای که خوشبختانه من تو این قضیه 30 سال کار کردم. یکی از بزرگترین مشکلات این هستش که در دهه 90 که شما اشاره کردید، یک توافق نامی آوردن به نام توافق نامی دابلین که در دابلین هم امضا شد و اسم هم شد توافق نامی دابلین. یعنی چی؟ گفتن تمام کشورهای عضو اتحادیه اروپا موافق هستند که اولین کشوری که پناهنده به اونجا وارد میشه به صورت قانونی یا غیر قانونی، اونجا باید درخواست پناهندگی بکنه و اون کشور قائن پناهندگی رو تا آخر باید در حال طی بکنه. اگر پناهندگیش قبول شد در اون کشور میمونه، اگر پناهندگیش رد شد به کشورش باز میگرده. بنابراین اون چیزی که شما میگید همه انتخاب میکنن، اصلا همچین حق انتخابی وجود نداره. اگر الان 600 هزار نفر در یونان موندن یا در ایتالیا موندن، به خاطر اینکه اولین کشوری است که وارد شدن. بنابراین اولین اجازه بدید. بعد از این اجازه بحران بدید. در بروکسل بحث شد که پخش بکنن. اجازه بدید. وقتی شروع پخششون حاضر نستن تا وقتی که این توافقنامه تغییر نکنه، بنابراین تغییر نکنه، تا وقتی که به جای اون فرونتکس که شما گفتید فقط پلیس بخواد، تا وقتی که یک سازمان، یک نهاد پناهندگی در مرز اروپا تشکیل نشه و تمام درخواست‌های پناهندگی اونجا ثبت نشه و اونجا بر اساس اینکه آیا کوسوو میتونه بپذیره یا نمیتونه، مجارستان میتونه، انگلیس، بله، فرانسه، خب بنابراین راه حل اینه. راه حل این نیستش که ما بگیم که فقط و فقط باید مرزها رو بست. حتی اگر ساختار تغییر کنه، نهادهای اروپایی تغییر کنن برای اینکه این بحران رو راحت‌تر کنترل کنن و پخش کنن، توزیع کنن این پناهجوها رو، مثلا اینکه در سوی دیگر، یعنی در سمت پناهجویان، دیگه شما با افراد سر و کار نداری که بتونی کنترلشون کنی. این شخص رو به اینجا بفرستی، اون شخص رو به اونجا. این یک حرکت اجتماعی شده، تو عکس ها میبینیم دیگه، گویی یک جمع عظیمی دارن راهپیمایی میکنن. اگر یک حرکت اجتماعی شده و در این حرکت اجتماعی موجهای انسانی میخوان برن سمت کشورهای بخصوصی، نهادهای اروپایی دیگه نمیتونن این رو کنترل کنن. اگر شما اینجا جلوی مرز رو بگیرید، جای دیگه از مرز دیگه، غیر از اینه، این در اخبار بود دیگه. شما دارید شما دارید که گفتم یکی از عوامل مهم همین رسانه‌های خبری هم. بله. ببینید، تقصیر بی بی سیه، دیدید؟ یه لغتی به وجود آوردن به اسم مهاجر. بله. یعنی میخواند، از نظر حقوقی میگم، تفاوت بین مهاجرت و پناهندگی رو از بین ببرن. ولی سوال من خیلی ساده بود. در این بحران پناهجویی شما دیگه با افراد پناهجو، من جواب میدم خدمتتون، سر و کار ندارید. شما با موج عظیمی سر و کار ندارید که حرکت اجتماعی و کنترلش از نهادهای اروپایی بر نمیاد. من از این بچه دو ساله ای گفتم که در دریا غرق شد با مادرش. پدرش هم یک کرد عراقی بود. پدر برداشت جنازه اینها رو هم برد به همون دهی که همون شهری که بود. یعنی گفت وقت بخواستم اینها رو نجات بدم. وقتی بنابراین یکی دیگه از مسائلی هم که باید جلوی این موج گرفت، حل کردن قضیه است. و اینجا اروپا
اصلا وجود نداره. یعنی شما ببینید الان در منطقه روسیه هست و آمریکا، نقش اروپا چیه؟ دولت فرانسه که من توش هستم فقط بره اونجا بمب بریزه. فکر می‌کنم آیلیان در این قضیه با شما هم فکره، ولی اشاره کردید به مبحث مهاجر و پناهجو، منظورتون چی بود؟ یعنی ببینید الان یکی از مشکلاتی که آلمان باش مواجهه، چون وضعیت کوسوو خرابه از نظر اقتصادی اجتماعی، بنابراین ده ها هزار شهروند کوسوویی هم میان به آلمان، میرن به کشورهای اروپایی برای بهره مند شدن از همون در واقع تامین اجتماعی که اونجا وجود داره. بله. اینا پناهنده نیستن، اینا مهاجرن، یعنی اینا دنبال زندگی بهتر هستن، اینا از مرگ فرار نمیکنن. فرق سوری، فرق افغانی، فرق عراقی، فرق اریتریه‌ای اینه که اینها از مرگ فرار میکنن. آقای ایلیان، شما جایی گفتید که همه کسایی که از مناطقی مثل سوریه و کشورهایی چون افغانستان و جاهایی چون شمال آفریقا میان، اینها هم ضرورتاً به پناهجو نیستن، منظورتون چیه؟ ببینید مثلا در افغانستان در نظر بگیرید، افغانستان در لحظه فعلی دولتش کسی رو سرکوب نمیکنه، خیلی از مناطق مختلفش هم امنه و یک درگیری جدی داخلی جریان داره بین نیروهای طالبان و اسلامگرایان طالبان و دولت. در نتیجه در افغانستان از لحاظ حقوقی نگاه بکنید، نظر دولت هلند و آلمان، بخشای وسیع افغانستان به عنوان پناهنده نمیتونی بیای. بخشایی هست از افغانستان که قطعا افرادی از اونجا بیان به عنوان پناهنده میتونن بیان. عراق مثلا اگر بگذاریم از قسمت موصول و جاهایی که دولت اسلامی گرفته، بقیه عراق که زیر کنترل دولت عراقی به عنوان پناهنده نمیای، مگر اینکه یک داستان کاملا شخصی داشته باشی، مثلا تعریف کنی که مثلا به یه دلیلی مورد تعقیب دولت قرار گرفتی. سوریه فرق داره، سوریه کاملا از هم پاشیده، اینا آوارگان جنگی هن، یعنی چی میگه، یه داستان شخصی لازم نیست تعریف کنم به چه دلیل. دلیلش کاملا واضح است، از همه طرف مورد حمله قرار میگیرن. منتهای مراتب ما مثلا نه فقط بی بی سی بوده، بلکه مطبوعات هلند هم نشون میدن، مثلا بچهای جوانای افغان مصاحبه باشون میشد، نه اینا میخوان زندگی بهتری داشته باشن. خب این هیچ اشکالی هم نداره. یکی از مشکلات اروپا اینه که اروپا خودش بسته برای همه انسانایی که یه زندگی بهتری رو میخوام دنبالش برن. مثلا من یادم هفته قبل بود به یک سیاستمدار هلندی گفتم چرا شما بورس نمیدین به این جوان؟ بورس تحصیلی، بذارین تحصیل بکنه، حالا بعد از 5 سالم برمیگرده به کشورش. با اینکه اینم خیلی خطرناکه که تمام کسایی که آینده دارن تو افغانستان از افغانستان خارج بشن، فقط جنگجوها میمونن. یعنی شیوهای مختلفی هست که باهاش میتونی برخورد کنی. یعنی شرط اولش که در تمام این صحبت گفته شد اینه که اتحادیه اروپا باید با یک اراده سیاسی به صورت متحدانه باید عمل کنه. ولی اون جایی که قابل حل این مسئله، ولی اون جایی که آقای لاهیجی با شما موافق نیست اینه که شما معتقد هستید بسیاری از کسانی که پناهجو خونده میشن در واقع مهاجرن برای زندگی بهتر میان. آقای لاهیجی چنین استدلالی رو قبول میکنید شما؟ ببینید اولا در مورد افغانستان، عراق و اینها، خوشبختانه در ماده یک کنوانسیون ژنو 1951 تعریف پناهنده اومده. برای همین هم گفتم صحبت پناهنده سیاسی نیست. تعریف پناهنده اومده که پناهنده کسی است که به لحاظ وابستگی به یک ملیت، وابستگی به یک قوم، وابستگی به یک رنگ پوست، وابستگی به یک گروه اجتماعی. خیلی جالبه، گروه اجتماعی. یعنی چه گروه اجتماعی؟ یعنی الان یک هموسکسوئل که در یک کشور مسلمان زندگی میکنه، یک همجنسگرا، بله همجنسگرا، ببخشید، در یک کشور مسلمان زندگی میکنه و در اون کشور مسلمان نمیگم همجنسگرایی حق شناخته نمیشه، میگم همجنسگرایی جرمه. یعنی میگیرن، شلاقش میزنن، اعدامش میکنن، مثل عربستان سعودی، مثل جمهوری اسلامی ایران. خب این وابسته به یک گروه اجتماعی است، بنابراین این هم پناهنده است. بزنید مثالی بزنیم آقای لاهیجی، درست میگی در مورد اینها احتمالاً، یعنی تمام اینها رویه های قضایی است که دادگاه اروپایی احتمالاً در این زمینه آقای لیان با شما اختلاف نظر نداره، ولی بزنید مثالی بزنیم. اگر یک افغان در ایران که کار هم داشته، البته شرایط ایدئال به صورت غیر قانونی، بله به شکل غیر قانونی، درسته، شرایط در ایران اصلا ایدئال نیست، انواع خشونت ها و تبعیض ها علیهشون اعمال میشه، ولی کار داشته و جانش در خطر نبوده و زندگیش تامین بوده، نیازهای اولیه‌اش حداقل تامین بوده، این در این موج پناهجویی حرکت کنه به سمت اروپا، شما قضاوتتون در موردش چه خواهد بود؟ میخوام وقت نظر آقای لیان. قضاوت من تعریف ماده 1 کنوانسیون ژنو که شما اجازه ندید من تا آخر
استدلالم برم. بله بله. میگه تمام این گروه ها و بعدم میگه به لحاظ عقاید سیاسی در وضعیتی که باشه نه بخواهد که دولتش ازش حمایت کنه، چون دولتش موجب این مشکلات بوده، یا اینکه دولتش نتواند امنیت اون رو تضمین کنه. تضمین بکنه. بنابراین با توجه که دولت این افغانی که در ایناست افغانستانه و در بخشی از افغانستان، حالا میگن که چه بخشهایی از افغانستان هست، ما فقط نمیتونیم یه دولتی رو بگیم چون اونجا رئیس جمهور هست و انتخابات هست و یه مجلسی هست، بنابراین این دولت میتونه برای تمام شهروندانش حداقل امنیت جانی فراهم بکنه. همچین چیزی نه در عراق هست نه در افغانستان. خب یا بعد لیبی و اینا من صحبت نمیکنم، یا سومالی. آقای الیان، اون توصیفی که من در مورد یک افغان در ایران کار داره و تصمیم میگیره، به قولیشون البته به شکل غیرقانونی کار داره، تصمیم میگیره در این موج پناهجویی به سمت اروپا بیاد رو، شما بر اساس اون توصیفی کردید پناهجو نمیشمارید؟ هیچ دادگاهی در هلند مون پناهجو نخواهد، چون دادگاه حقوق بشر هم مگر اینکه داستانی تعریف کرده که در امنیت نبوده. ولی اگر در ایران کارش غیرقانونی بوده، مورد تبعیض قرار گرفته و فکر میکنه که باید به سمتی بره که شرایط بهتری براش فراهم بیاد، این رو پناهجو نمیدونی شما؟ نه، این در واقع هم کسی که دنبال زندگی بهتر میگرده، بازم میگم حقم داره، حقش هم هست، هیچ اشکالی هم نداره. ولی ببینید مفهوم پناهجو رو اگه یه خورده وسیع بکنید، بخواید اونقدر وسیع بکنید، تقریبا میتونید نصف بشریت رو زیرش بذارید. تو چین نصف چینی ها رو میتونید بذارید زیرش، تو تبت زندگی میکنن. ولی اونها این وقتی مفهومش خالی میشه، مفهوم پناهجو. ولی اون چینیایی که شما ازشون اسم برید، اونها ضرورتا نمیخوان محل زندگیشون عوض کنن، نمیتونن هم خارج بشن، من اینکه چین مرزهای خودش خوب بسته. ولی کن ببینید، در صورتی که یه افغانی که خب به ایران اومده و همونطوری که ایشون دقیقاً گفتن، مثلا به خاطر عقایدش تعقیب گرفته یا از منطقه‌ای اومده که امنیتش دولتش نمیتونه تامین کنه، اون مسئله دیگه‌ایه. ولی اینکه کار میکنه اونجا و میخواد جای دیگه‌ای بره برای زندگی بهتر، برای اینکه ایران کشور جالبی نیست، چرا به افغانستان نگاه میکنید؟ تو آفریقا مثلا شما الان برید، چند سال پیش در آفریقای جنوبی پلاکر بهشون میگفتن، به آفریقاییایی که از قسمت‌های دیگه آفریقا الان محرومی که به اونجا اومده بودن تا کار بکنن، اینا مورد حمله اتباع آفریقای جنوبی قرار گرفتن، آتیش زده شدن، کشته شدن، که شرم‌آور بود برای کشوری که مثلا آپارتاید هم چند سال پیش هست بود. خب میتونیم بگی که پس اینا هم میتونن بیان. خب اینا مثلا 4-5 میلیون آدم به این طریق هم هست، در جاهای دیگه آفریقا هم همین داستان ها هست. یعنی میخوام بگم اتفاقا آقای الیان به همین دلیل، یعنی به دلیل که بودش انقدر زیاد میشه که غیر قابل کنترل میشه، به همین دلیل، به دلیل بحران های منطقه‌ای در آفریقا، بحران‌هایی از جمله خوشسالی، بله، جنگ‌های منطقه‌ای، بله، و مسائل اینچنینی، بله، اتحادیه آفریقا اومد مفهوم پناهجویی رو گسترده‌تر کرد. یعنی گفت اگر در منطقه‌ای مثلا به دلایل طبیعی مثل خوشسالی یه عده‌ای حرکت میکنن به سمت، بله، دیگه به شکل جمعی، اینها پناهجو شمرده میشن. به این ترتیب خواه ناخواه باید مفهوم پناهجو رو وسیع‌تر کرد. دنیای کنونی میطلبه، چنین نیست؟ بخشن هست، آواره است. در واقع ببینید اگر یه سیلی الان در سیل وحشتناکی در آلمان بیاد، 2 میلیون آلمانی باید خارج بشن، بلکه نمیتونن زندگی کنن، طبیعت امنیت اینا رو به هم زده، نه یه دولتی، خب طبیعتاً باید بین گوره در هلند زندگی بکنن. فرق آواره و پناهجو چه خواهد بود از نظر آواره حقوقی؟ کسی که به خاطر شرایطی که دست خودش نبوده، از نظر حقوقی به این معنا که سیاست دولتی که میپذیره چه تفاوتی خواهد کرد با پناهجو مثلا؟ ببینید تا امروز تفاوت زیادی نبوده، مثلا اگه بر اساس قرارداد 1951 نگاه کنید، ولی اگر بر اساس قوانین مختلف داخل اتحادیه اروپا نگاه بکنید تفاوت هست. برای اینکه به کسایی که مثلا بسیار خیلی وسیع آوارگان جنگی میان، یا مثلا به شرایطی که رخ داده در جایی از دنیا که یه تعداد زیادی به داخل اروپا میان، میتونیم مثلا با چی میگم از نظر اقتصادی با به صورت ساده تری اینها رو پذیرا باشیم. در انتخابات جدیدی که در کانادا صورت گرفته و سوسیالیست ها روی کار اومدند، یک خانومی که در سن 11 سالگی افغانی وارد کانادا شده، 19 سال بعد شده وزیر کابینه جدید. یعنی اینکه پناهنده بتواند از تمام حقوقی که شهروندان در اون کشور دارن در چارچوب قوانین احساس کند که اینجا دیگر خانه اوست. همین. آیا اگر با پناهجویانی که دارن میان سمت اروپا به شکلی که شما گفتید رفتار کنن، یعنی بگن در مدت محدودی تا زمانی که
در منطقه‌ای که ازش اومدید صلح برقرار میشه، ما شما رو نگه می‌داریم. آیا این واقعاً منصفانه است برای اینکه کسی که میاد باید احساس کنه که میتونه اینجا دیگه زندگی کنه و میتونه درس بخونه و انرژیش رو به کار بندازه که به گفته آقای لایجی بعد از 19 سال بشه وزیر این کشور؟ من فکر می‌کنم شما منو یه مقدار اشتباهی فهمیدید، سوء تفاهم پیش اومد. منظور من این نبوده که همچین کاری رو اروپا باید بکنه یا کسی. من تشریح دادم، شما پرسیدین مثلا مسئله آوارا و تفاوتش و سیستمی که در کشور در قاره‌های مختلف ایجاد میشه اونو تشریح دادم. ولی شما معتقد هستید که بخشی ببینید از کسانی که به اسم پناهجو میان اینا پناهجو نامیده نمیشن، واقعا شرایطشو ندارن، یا آوارن یا مهاجرن دیگه. اساس حقوقی فرقی نداره، ولی اون چیزی که گفتی شما در مورد خانم افغان که در ضمن خیلی چیز جالبی هم هست، ولی اولین بار در تاریخ نیست، برای اینکه شما هستین چندین نفر بودن که وزیر شدن هم چه زمان سارکوزی. در کشور شما هم یه شهردار، یکی از شهردار ابوطالب، محمد احمد ابوطالب، خیلی هم شهردار و موفق و خوبیه در مجلس ما، همینطور امروز هم در کانادا اینها، ولی شهروندان این کشورهان، پناهنده هیچ وقت نمیتونه وزیر بشه نه داخل پارلمان. پناهنده بودن و شهروند شدن. شهروند شدن. خب حالا ولی اینا شهروند شدن دیگه. بله، ولی به عنوان پناهجو میان و از کشورهایی میان که افرادگرایی درش مسئله است. شما در مقالاتتون، در نوشتهاتون در هلند ابراز تردید کردید در مورد جذب این جمعیت مسلمان به جامعه اروپایی. تردید شما در چیه؟ ببینید مشکل سر این تردیدی که بود، نه اینکه این مردم دوست داشته باشن جذب بشن، ولی تردید من از اینه که به صورت واقعی وقتی نگاه بکنیم، ما با همکارای مختلفمون این چیزا رو مورد مطالعه کردیم، تحقیق کردیم در هلند و در فرانسه هم همین بحث بوده، در آلمان هم بوده، باسام تی بی همکار ما در آلمان اینا رو تحقیق کرد، می‌بینی که این موج، حالا به هر دلیلی که بودن، افراد خارجی که در اینجا بودن و شهروند هلند هم اروپا شدن، می‌بینی که مسئله جذب شدن اینا به جامعه مشکل اساسی بوده. یعنی چی جذب شدن؟ جذب شدن اینی که مثلا به نوعی بتونن مثلا شغل داشته باشن، کار داشته باشن در جامعه، کار، بیکار نباشن، مثلا کاری پیدا کنن در جامعه. یعنی اینکه هموسکسوئل اذیت نکنن تو محلشون، همجنسگرا، یعنی اینکه آزادی بیان رو احترام بذارن، یعنی اینکه نمیدونم آزادی مذهب رو احترام، یعنی به قوانین اون کشور احترام بذارن. چون اگر هموسکسوئل اذیت کنن جرمه و پلیس اونا رو بازداشت میکنه. تمام مطالعاتی که شد از جمله روت کوپمانس، یکی از همکارای ما پروفسور جامعه شناسی در آلمان کار میکنه، تحقیق کردم و مطالعه کردم مثلا نظرات مختلف گروهای بین سیستم، مثلا خیلی از اینا اصلا مثلا معتقدن که قرآن حتی در کشورهای اسکاندیناوی بالاتر از قانون اساسی مثلا این کشور هاست و یا حقوق بشری که ما هممون ازش دفاع میکنیم و مهم هم هست. اینی که درگیری های زیادی در اثر جذب شدن افراد است و اینم اشتباه فقط از این نیستش که مثلا افرادی که در اینجا زندگی میکنن خارجی اشتباه کردن، دولت های اروپایی هم اشتباهات زیادی کردن. بله. که ارزش های خودشون رو حاضر نبودن که چی میگن تقسیم بکنم با اینها و این ارزش ها رو با هم دیگه حفظ بکنم. مسئله افرادگرایی و جذب و جلب شدن فرقه ها و نهله های حالا مذهبی، فلسفی، نژادی و اینها، اون فاجعه ای که چند سال پیش در نروژ اتفاق افتاد، بله یادتون هست دیگه، بریک، اون که بله. یک نفر رفت بله. روی یک جزیره ای و بله. چند صد نفر، هفتاد نفر، صد نفر رو کشت. او هم به خاطر در حال اون وابستگی هایی که نسبت به یک نهله فکری، یا اون که دیگه پناهنده نبود، یک شهروند نروژی که فکر میکنم خانوادش هم چند نسل بود که در نروژ بودن. همین اواخر باز کم و بیش شبیه این در سوئد اتفاق افتاد، باید یه جوانی رفت به یه مدرسه و اینها توسط شهروندهای اون کشور صورت میگیری که پیشینه پناهندگی و در حال اومدن از اون طرف مدیترانه هم نداره. آیا منظور شما آقای لایجی اینه که نگرانی های آقای الیان در مورد جذب جمعیت مسلمان پناهجو به کشورهای اروپایی و به گفته ایشون پذیرش ارزش های اروپایی از جانب اونها به کلی بی‌پایه است؟ ببینید من اصلا مخالف کلمه جذب هستم. جذب یعنی چی؟ یعنی اینکه الان من چون 30 ساله در فرانسه هستم، بنابراین باید مثل فرانسوی غذا بخورم، مثل فرانسوی رفتار بکنم. اون اسیمیلیشن، نه نه ببخشید، خب اینتگراسیون، ترجمه اسیمیلیشن، اسیمیلیشن میشه جذب. خب اینتگراسیون شما چی میگیم به فارسی؟
بله اینتگراسیون چی میگی شما به فارسی؟ اینتگریشن همین. حالا بله بله میرسیم به اون جذب. جذب به معنی این که نه اینکه شما خودتون حذف بکنین، نه خیر، هویت خودتون رو دارین، به معنی این که به اون صورت جذب جامعه میشین که مثل این آقای ابوطالب شهردار هلند میشین. یعنی من خودم رو من خودم رو یک شهروند اون کشور فرض بکنم، همچنان که اون شهروند به قوانین اون کشور باید احترام بگذاره، و اگر احترام نگذاشت سر و کارش با پلیس و دادگستری و قانون خواهد بود. من این رو بپذیرم، این رو بپذیرم یعنی احترام بگذارم، ولی در عقیده خودم بگم نه، من همچنان فکر میکنم اونجوری که مثلا شما میگید، حالا درست یا غلط من کار ندارم، که مثلا قرآن یا انجیل بالاتر از قانون این کشوره، اون برای من مسئله ای نیست. مسئله این است که در عمل من عملی انجام ندم که مخالف اصول و قوانین اون کشور از باشه. خود لفظ جذب و معناهای مختلفش که بگذاریم، آیا الیان، آیا منظور شما اینه که نگرانی ها در مورد آینده جمعیت اروپایی و نحوه جذب پناهجویان کنونی به اروپا باید سایه بندازه روی سیاست دولت‌های اروپایی در مورد پذیرش پناهجویان؟ این نوعی در واقع کیفر دادن پناهجویی نیست که الان از سوریه از جنگ در رفته، به دلیل اینکه یک گروه‌های افراطی هستند که جذب جامعه مثلا هلند نشدن، کلمه جذب رو ناچار شدن به کار ببرم، و شما این پناهجو رو نگه دارید نپذیرید، به دلیل اینکه در آینده ممکنه مثلا فرزندانش بشن، مثلا احتمال ضعیفی این است که بشن مثلا افراطی. این نه، این چیز خیلی غیر عادلانه، غیر منصفانه و حتی زشتی هم هست، برای اینکه بیچاره ها چه ربطی دارن به افرادی که در اینجا زندگی میکنن؟ نه، منتها چیزی که باید رخ بده چیز دیگه ایه، و اون اینه که نظر من تمام همکارای منم این مطلب رو گفتم، و اون اینه که زودتر با این مسائل برخورد بشه. ببینید مثلا 40 سال پیش بچهای ترکی که میمدن برای کارگری و زحمت هم میکشیدن توی اروپا، هیچ کس بهشون نگفت بود زبان فرسان هلندی یاد بگیرید یا آلمانی یاد بگیرید، اصلا امکاناتی براشون ایجاد نگه. یک مسئله جذب که میگیم زبانه، مسئله اول زبانه که بتونه طرف با جامعه مثلا صحبت بکنه، خواستهای خودشو بگه، جامعه بتونه خواستهاشو به اون آدم بگه. مثلا یکی از چیزایی که خیلی مهمه در لحظه فعلی اینه که سریع شروع بکنم به یاد دادن زبان، برای اینکه اگر میخوای وارد این جامعه بشی، جذب بشی، جذب معنی مثبت کلمه در زبان. ولی اگر یک پناهجوی جذب جامعه ای نمیشه، باید ایراد در کجا دید؟ ببینید بستگی داره. یه عالم آدم هم هستن تو هلند که هیچ کس براشون هیچ کاری نکرد، همین آقای ابوطالب خودش رو جذب این جامعه کرد، زبان یاد گرفت، یک نفر رو که در این حال هم دولت‌ها هم بعد تلاش خودشون، این تلاش دو طرفه است دیگه، تلاش دو طرفه. بخش نخوص صحبتاتو صحبت گتو کردید. بله گتو، و همون غلطه، نباید رخ بده. این مسئولیت این گتو با پناهنده نیست، نه گتو با کشور و دولتی است که پناهنده میپذیره. یعنی وقتی یک بخشی از مردم رو فقط و فقط به خاطری که از بیرون اومدن بهش امکانات نمیدن، نه از نظر یادگیری زبان، نه از نظر تحصیل، نه از نظر ورود در بازار کار، مگر اینکه کار رفتگری بکنن، توی مترو کار کنن، تو اتوبوس کار کنن. یعنی خود به خود سیاست تبعیض آمیز از ابتدای ورود پناهنده به اون کشور هست، برای اینکه بخش بزرگ این جامعه یک طرف باشه و بخش کوچکی که از بیرون میاد به صورت یک زائده، به صورت یک زائده باقی. یه مثال کلاسیک در این زمینه ویتنامی هایی هستند که بله. بعد از جنگ ویتنام ناچار شدن بگریزن دیگه، و اونم یه موج عظیم انسانی بود دیگه، به خصوص از ویتنام جنوبی خیلی ها اومدن، و اومدن کشورهای غربی. در همون زمان متون تاریخی به ما میگن نگرانی در مورد جذب ویتنامی ها به جامعه غربی خیلی بالا بود. گروهایی که مخالف آمدن اینا بودن میگفتن اینا نمیپذیرن این ارزش ها رو، ولی اینا از سخت کوشترین جمعیت های انسانی شدن و مشکلی هم پیش نیومد. به این ترتیب این نگرانی ها در مورد پناهجوها یه مقدار بعداً بیپایه از آب در میاد. یعنی اگر مشکل افرادگرایی هست، این ربطی به پناهجویی نداره. نه ببینید، شما نمیدونم من چجوری تشریح شد، مسئله سر افرادگرایی نیست، مسئله سر بیکاریه. مثلا بیاین مراکش های هلند ببینید، یه عالمشون بخش زیادش بیکارن، جووناشون آمار دقیقش یادم رفته، یه بخش زیادیشون مثلا درگیر شدن با پلیس، یعنی یه جرمی رو انجام دادن. وقتی همچی جرمی رو انجام میدن دیگه آینده این هرم، برای اینکه اینا توی رجیستر چیز میاد، توی ثبت احوال مسائل جنایی میاد، تا 10-15 سال دیگه نمیتونن کاری پیدا کنن، یعنی خیلی از کارفرما اینا رو نمیخوان. خب
چه سرنوشتی اینا پیدا میکنن؟ شما برید الان تو زندانای هلند فریاد بزنید محمد از هر سلی از هر سلول یه نفر میگه بله. برای چی؟ برای اینکه انقدر اینها یعنی ناهنجاریایی که من میگم منظورم آدمکشا و تروریست ها اینا نیست، منظور من اینه که جامعه مثلا در جامعه مثل هلند حتی انگلیس هم همینطوریه، نوعی دو طبقه ایجاد شده، یه طبقه خیلی محرومه که از چیز خارج اومده، خارج از این کشور اومده، و یه طبقه محروم خود این کشورها این هست و اینها درگیر میشن با هم و این مشکلی که ببینید اگر در ابتدای ورود یک پناهنده به یک کشوری شرایط، نمیگم شرایط مساوی و برابر با بچه های اون کشور، حالا بس تو ببینید که در چه سن و سالی باشه، اگر در حال از سن بلوغ گذشته حداقل یاد گرفتن یه حرفه، یه کار، کارآموزی، اون چیزی که در همه کشورها هست دیگه، فراهم نباشه خب مسلمه که این اصلا بر پیشونی نوشته زائده اجتماعی، و زائده اجتماعی چه شهروند باشه چه پناهنده باشه متاسفانه میرود به طرف جرم و جنایت، به صورتی که شما میگید از هر سلول یک زندان یک محمد یا یک حسین بیاد بیرون. اینه، یعنی مسئولیت این متوجه مسئولان اون شهر، مسئولان اون کشور، چه در حوزه شهرداری یا چه در حوزه دولت به معنای عام کلمه، که اینها رو فقط یه کاغذ بهشون میدن و بعد میگن اینا رو به قول خودمون میگن به خدا میسپرن دیگه. خب همینه، البته این حرفی که ایشون میزنه برای فرانسه درسته ولی برای هلند درست کار ندارم. من در هلند و آلمان کاملا برابرن. البته مشکل اساسی یه چیزی هم بگم خیلی جالب از جامعه شناسی، بچه‌های پناهنده، نسل پناهنده‌های سال‌های 90 80 کمترین مشکلی ایجاد کردن و بیشترین مشکل و مهاجرین، فرزندان و مهاجرین معمولی که از مثلا آفریقای شمالی اومده بودن یا ترکیه به خصوص از آفریقای شمالی ایجاد کرده بودن، یعنی از این جهت هم یعنی نسل دوم، نسل دوم مثلا پناهندهای ایرانی مشکل خیلی کمی ایجاد کرد، افغانی هم نسل دومش مشکل کمی ایجاد کرد، فقط مشکلی که در اون عرصه وجود داره البته ایرانی ها علتش چیه؟ برای اینکه اینها از بچگی زبان یاد گرفتن، بله. از بچگی در اون کشورها به مدرسه رفتن، بله. کار یاد گرفتن، وارد بازار شدن، نسل مهاجرین شما میگید فرق بین نه من حالا وکیل دولت فرانسه نیستم، ولی یه وقت ما برابری حقوقی رو کاغذ داریم، یه وقت برابری حقوقی در زندگی روزمره داریم، اینو باید با هم تفاوت قائل بود. بله، برنامه این هفته همینجا تموم میشه. تشکر از شما که پای این بحث نشستید و همینطور از مهمانهای برنامه عبدالکریم لاهیجی و افشین الیان. در صفحه پرگار در وبسایت بی بی سی فارسی هم میتونید برای ما ایمیل بفرستید و هم برنامه رو ببینید. نسخه صوتی یعنی پادکست برنامه هم در صفحه پرگار در وبسایت هست و از فیسبوک برنامه مطابق معمول میتونید استفاده کنید و همین بحث رو اونجا ادامه بدید. شب و روز بر همه شما خوش.